شما و بونجور پاریس. در این شهر هنر و زیبا دنبال ذراتی از خیام می‌گردید، متفکر و فرزانه پارسیگو که افکارشو در مورد توجیه هستی و دنیا به صورت شعر درآورد. شاعری که صدها سال بعد زمان حکومت ناصرالدین شاه یا ملکه ویکتوریا در بریتانیا که 150 سال پیش میشه اشعارش به انگلیسی ترجمه شد توسط ادوارد فیتزجرالد، در زمانی که داروین تئوری تکاملش رو به دنیا معرفی کرد. در اون زمان اروپایی ها غرب نگاه خیام به هستی و آخرت و دنیا رو معادل دیدن، همسو دیدن با افکار مترقی روز، افکاری که به آینده نگاه می‌کنه. و به نام خیام، به یاد افکارش در شهر پاریس، شهر افکار مترقی بوده، کافه‌ای هست که دو هفته یه بار شب شعر و موسیقی داره به یادش. و در اونجا هنرمندی مینوازه، هنرمند خیابانی به اسم بردیاد، بقیه هم ملحق میشن بهمون. هر جا بودی هر جایی، اسلام یهو ترسایی، یک روز فقط زرد پشت و یک روز علت عرفانی، از خلق شکایت کردی، اظهار ندامت کردی، یک روز علی الله و از اتاییست حمایت کردی، یک روز یک اتاب بستی جای مهرو پیشونی، بعدش حیریش گذاشتی فقط واسه نشونی، شدی حجی بزرگی طرف طرف بلنی، با استکبار جنگیدی تو کاپشن امریکایی، یک روز تو زرد پوست شدی تبت شد مال بابات، یک روز آدولف هیتلر و آدم ربلای باد، یک روز یک اتواد کردی شدی شارون تو تل آویو، مدام گفتی جنگ جنگ با هدف صلح آمیز. یک روز گنگستر شدی پاریس بروکسل بغداد، تا جایی که یادمه فقط هی جنگ رخ داد، زمین خلصه شد تو ترور بمب و انتحار، یه بچه تو سوریه بیدار شد با انفجار، این همه کشت و کشتار واسه پول و خدا بود، جون رهبر و پرزیدنت یک ساخته یه جدا بود، جون ما شد تشکلا سرباز شدیم و مردیم، اونا هی پول شماردن ما کشته می شماردیم، این همه دین و مسلک سر شیطور و بوخ بود، کلاغ بی خونم دنیا پر از دروغ بود. بردیا از آلمان با ماشین، چون هممرز با فرانسه، اومده کافه خیام که هر دو هفته یه بار اینجا برگزار میشه، شب شعر و موسیقی هستش در اصل، از نوع خیامی، از نوع ایرانی. با ماشین اومدی یا با هاپو؟ البته که از رشت اومدیم، ولی آره دیگه الان دیگه ساکن تهران. اتفاقا توی این آهنگ خوندی خود لهجه رشتی دیدم، درست میگم؟ یه امضامونه دیگه. آره خیلی جالب بود، درود میگم. تو از یه نسل خاصی از هنرمندا هستی که توی میشه گفت 7-8 سال گذشته خیلی رو اومدن در ایران. آره من توی خیابون تهران ساز میزدیم. و چه گروه های بزرگی اصلا تو خیابون، یعنی توی دنیا تقریبا کم نظیر میاد تو خیابون های خیلی شروع تازه باب شده که بیان چند نفر زن، ولی توی ایران اصلا انگار صحنه کنسرت ها شده پیاده روها. دقیقا همینه، وقتی که شما مجوز بهتون سخت میدن، سالن نمیدن، بهتون اعتنایی نمیکنن، ناخواسته هنرمند وارد خیابون میشه و خوبه جلوش اونجا نمیگیرن. یعنی تو زمان میگرفتن در ایران، ولی الان کتکامونو خوردیم، ولی همین الانش هم اذیت میکنن، هر چند وقت یه باری اذیت میکنن، و اصلا یکی از اون دلایل این که من امروز اینجا هستم و دارم با شما صحبت میکنم مدیون اون اذیتای تو بس از ایران بیاری. آره دیگه، حالا آره دیگه. و چی شد که تو خیابون خود داستان اینو در 3 جمله بگو، حالا 4 جمله؟ یه عمر چجوری تو 4 جمله بگم؟ ولی خب موسیقی خیابونی حکم فرزند یتیم خانواده ادبی هنری ایرانه که از هیچ جنبه ای حمایت نمیشه، هر چی هستیم خودمونیم، خوب و بد خودمونیم. و تو خب سبک آهنگات انتقادی اجتماعی و تاریخی بود تا حدی اونی که شنیدیم، و تو این سبک زیاد میخونی. من چیزی از خودم ننوشتم، من هر چیزی که در تهران دیدم، در ایران دیدم،
اتفاق افتاد مثل آینه فقط بازگو کردن، آقا اینجا این اتفاق افتاده، اینجا این کار دارین میکنی، آقا دارین ما رو به زور حرف تو دهنمون میذاری، ما این نیستیم. و اگه حالا انتقاد، اگه پیشنهاد، اگه خوبه، اگه بده، واقعیت های جامعه منیه که توش بزرگ شدم. حتی ابراز فقط. آره ابراز کردن تمام اون وقایعی که اکثرا هم شوم و خیلی سیاه. ولی الان خب اومدی خارج، چند سال اومدی آلمان شهر دوسلدورف که شهر مد و زادگاه موسیقی الکترونیک دنیا بوده دوسلدورف آلمان. والا من همچنان حس میکنم توی ایران هستم، ولی چرا دروغ بگم، آرامشی که توی آلمان دارم و اون احساس امنیت و آزادی رو که اینجا دارم به خیلی چیزا ترجیح میدم، چون کسی نیست که برچسب بذاره روی دهنم و بگه حرف نزن. تو البته انبوهی از آهنگ‌های مختلف داری و ضبطش هم داری میکنی در آلمان، بیشتر تو همون سبکی که شنیدیم ابرازی اعتراضی، ولی یه آهنگ احساسی هم برام بخون. احساسی اتفاقا یه کاری دارم، ولی ناخواسته این زبون نیشدار من همه جا میچرخه. آره خیلی عالی. بردیا این آهنگ اجرا میکنه برای ما در کافه خیام موقت، در ضمن پیرنش هم دگمش این بغل میکنه. تعجب کردی کجاست؟ اینجاست. نگاه کنی چون من اساسا اینا که داریم پوشیده، من بچه بودم اینو پوشیدم دیگه بزرگ شد. این شما و این بردیا و آهنگ دخترک. دخترک تنت لطیفه، دخترک دستار ظریفه، دخترک لبات اناره، دخترک راهی نداره، رو تن شریف و شهوت تو بریز دوباره، رو تن سرد و حقیرم دستاتو بکش دوباره، دختر لطیف و نمناک، دختر ظریف و غمناک، دختر آینه و نور، دخترک گریه تن بور، دخترک منم حریصم وسلم سه تن اوریون، دخترک نوازشم کن تو با این چشمای گریون، ولی نه نوازشت نیست چون میگن تنت گناهه، آخه این تن حقیرم دنبال یه جون تنه، کاش میشد یه شب دوباره، شبی که شب غمی نیست، حسرت تنت نمیره، آخه این غم کمی نیست. بیا بردی، بردی ها خیلی ممنون برده جان. در ببندیم این در، اینجا خیلی داستان جالبی داره چون این کلیدشه، بعد من یاد داریم میبندی اینم میذاری این تو، این دیگه قفل میشه. حالا نمیدین چه شانس ما. یاد بگنی پس فردا خواستیم بیا اینجا در رو خودتون قفل کنی، این راهشه. برای ما این کلید رو برمیداریم میدیم به کلیدبان اینجا. خیلی ممنون از شما، مواظب این سگم باشیم. خوشی اخوه خود تو سرش بتر. خوب هستی؟ خورمان شما. شما آی الان نقلی هستن که اینجا رو چند سال داری؟ دو ساله. الان دو ساله که هر دو هفته یه بار یه شنبه شب شعر و موسیقیه. جای خیلی عجیبیه، ولی کل چیزای مسیحی هست، شده کلیسا. اینجا یه کلیسای قدیمی بوده که اواخر قرن 19 هم آتیش گرفته، بازسازیش کردن. چیزایی که مونده، ابزاری که توی کلیساست، پایین نمازخونه هم داریم ما. جدی میگی؟ اونجا هم مونده هنوز، داره یه نمازخونه سنگی قدیمی قرن 19 هم، خیلی جالبیه. عکسش اونجا هست. عکسش هست، حالا بریم خودمون ببینیم. و اینجا هم پوسترهای مختلف شبای شما هست که اینجا داشتی برگزار کرده. چند وقته اینجا؟ ما الان 54 تا برنامه اجرا کردیم و 8 تا کنسرت تو پاریس. که خب برنامه‌ای که کافه خیام همینجاست، شب شعر و کنسرت‌ها توی سالن‌های پاریس بزرگتر گرفته شما. یه مشتری هم داره میاد تو. رفت مشتریتون. ببین اینجا. بگم بیا. آره. You can come in. Come in.
آره پوسترات اتفاقا گروه بمرانی هم مثل که شما کنسرت گذاشتین. آره بچه ایران کنسرتمون، بچه از ایران اومدن. شب شعر خیلی قراره بیان. آره امشب ما قراره سیم نامه‌های عاشقانه بخونیم و چون کافه خیام شعر خیام هم می‌خونیم به همراه بردیا که در اونجا خنک میشه، باد بهش می‌خوره، حال می‌کنه. قبلش اون نمازخونه رو ببینیم بیاد خیام. باید خواهش میکنم. پس اینجا دست مال خود شما نیست؟ نه اینجا یعنی کافه اسوسیاتیه، یعنی مال انجمنهایی که میتونن تو فرانسه کار کنن. آره باید مال یه کلیسایی بوده، یک مال یه ارگان مسیحیه در مسیحیه. واقع که اینا مثلا خیریه میدن که شما میدن اسمه کنید. کار جالبه، حتی رب داره به خودشون. کلت رو بفا. آره سرتو در یا که اینجا خطرناکی. اوه اینجا زیر زمین زیره آپارتمان هایی هم هست این بالا. آره فکر کن 200 سالن دیگه نه؟ آره اینجا قدر قدیم تر هم هست. بابا چه بوی نمی میاده، چه خونک این زیر، مثل یک قاره. آره قاره که با آدم الهام ممکنه بشه. پس اینجا یک نمازخونه و سومس کاره. آره تنها نمازخونه که از اون کلیسایی که بهت گفتم مونده. جالبه نگاهی بکنیم اینجا شما. آره دیر جالبی بوده اینجا، اینجا دیری بوده برای خواهرایی که به فقرا کمک میکردن. بعد فقط راهبه ها در واقع اینجا زندگی میکردن اون زمان. توی همینجا یعنی یا توی کل ساختمون که الان وجود نداره و اینجا جایی بوده که توش دعا میخوندن. چرا جالب؟ و اونم علامت پی و اون سری؟ اون علامت واتیکانه، یعنی که اینجا متعلق بوده به کلیسایی که موسط به واتیکانه، در واقع کلیسای کاتولیک واتیکان. خیلی جالب. و شما هم یک سررشته داری از آره من این مقدار علوم الهی. من فکرم شما کشیش بودی؟ نه کشیش نبودم ولی توی کلیسا کار میکردم. کلیسا تو کجا؟ هم تو ایران هم اینجا توی فرانسه. آه شما از آشوری های ایران؟ دقیقا. الان نیت برنامه فرهنگی، خب بدون شک وقتی همه مهاجرت کردن بدن خارج، این برنامه فرهنگی این بغض و این امیدها رو نگه می‌داشت. نه حرفای هنری تر، ولی خب این 30 سال 40 سال که گذشت به تدریج دیگه شد به کنسرت‌های بزن و برقص. شما هنوز یادگار اون اولین مهاجرت اون حالت هنری هستی، درسته؟ شما نیتت چی بود از این برگزاری‌ها؟ ببین بساط من سال‌هاست که شعر خیلی دوست داشتم، تو ایرانم همینطور بود، یعنی حتی خب من گرافیک خوندم بعد طراحی میکردم. از پوسترات معلومه. چیزای جالبش اینه که ما اینجا برنامه اجرا میکنیم، مردم هم با ما شرکت میکنن. حالا تو برنامه میبینی خیلی جالبه، یعنی مردم هم میان شعرها رو میخونن به فرانسوی، به فارسی، به عربی، به اسپانیایی، به انگلیسی، به همه زبان ها. اینجا آدمای زیادی بودن توی 50 خورده تو برنامه که داشتیم، از ایران هم حتی اومدن. مثلا الان که بومرانی میاد، قبلا آذرخش اومده بود اینجا پیش ما که با یه دختر لهستانی خون که خیلی عالی بود. از ایران این اومده بود، آذرخش از ایران اومده بود، اون دختر لهستانی توی فرانسه بود و با هم دیگه کاریو فعل بدای اجرا کردن. خیلی هم جالب بود. اومدن حالا محسن فاضلی اومده که تار میزنه اینجا توی پاریس که الان میبینیم. Thank you.
ایفانیل که گیتار خیلی جالب برایش تمام ایرانی میزنه، بیل لاک ایرانیان تار ها، آقای محسن فاضلی که از نوازندگان تار اینجا هستن و با ارکستر هم اجرا میکنید. ما دیده بودیم شما رو پارسا، خیلی ممنون اجرا کردید. خیلی ممنون. حتی آقای ایفانی قراره با یک خواننده ایرانی اسم خانم هنگامه هم یانگی رو اجرا بکنم. متشکرم شما. وضع خوبه حالا؟ شما ریش در آورده فقط ها. بزرگتر شده. بزرگتر ما شده. حجم نه خوشبختانه پس سن بیشتر شده. بچه های بومرانی تا اینجا هستن که پوسترشون به دیواره و ویدیوهاشون هم که دیگه توی تلویزیون قوقا کرده. بعد هم هنگامه برای ما اجرا میکنه از آلبوم وداعش که بدون ضرر زدن به محیط زیست بسیار زمین دوستانه در آلمان ضبط کرده و برای ما یه نمونهش رو میخونه با گیتار اینجا. ولی قبل از این ببینیم بومرانی در پاریس در کنسرتش چه کرد. نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت را کوتاه، آی 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 سر زلف پریشان را تدامانت کردی جدا، آی 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 بکردی به خاک پایت بیفتاد از شانه هایم، آی 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 آمد باد بهار سرمست و بیقرار رخت انگیز روی پریشان تو روی از دفافت باز و نشانه ات در دیر بارگی تو بودی به بر و دوش تو بود، آی 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 کودگران رنگ و بویت رفته به بادار دویت، آی 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 این حال من این روزه و این قصه یه جان توزه و آی 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 آمد باده بهار ترمست و بیقرار رخت انگی سوی پریشان توی از اتافت آزر نشانه از در زیر باره گیسو پروردگار مست که مست از شراب شد، کار از همان دقیقه اول خراب شد. آدم بیافرید که آدم بماند در این جهان، آدم نشد که مایه رنج و عذاب شد. بر وی خرد داد، بر وی خرد داد که داند خدای را که آفرید. اول بلای خودش گشت خرد، گفت خدای را که آفرید. و از آن پس این سوال و هزاران سوال دیگر بی جواب شد. بیانونو کافه خیام، به کافه خیام خوش اومدید. امروز با هنگامه عزیز شروع میکنیم، گناه فروغ فرخزاد و بعد نامه های عاشقانه از ویکتور هوگو تا نادر ابراهیمی و هر چیزی که شما اگه آماده کرده باشید از شعرهای خودتون حتی. ای شب از رویای تو رنگین شده، این از عطر تو هم تنگین شده، ای به روی چشم من گسترده خویش، شادیم بخشیده از اندوه پیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، از پیم آلودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی دستانی مشکان من، ای زگم گمزار ها سرشار تر، ای زن در این شاخ ما خود بار تر. خانم هنگامه
برنامه متشکرم از شما استاد ایشون که با هم تمرین هم نداشتین. نه دیگه همش بداهه با بشکم بریم و جبران کردیم. عده خانم هنگامه از خوانندگان پاریس هستن و آلبومی ضبط کردیم با یکی از آهنگسازان بزرگ ایران. شما کار جداگانه ضبط کردید، یعنی آهنگای شما رو ساختن؟ بله، من افتخار کار کردم با استاد فیدون شهبازیان داشتم که آهنگای طلایی خانم سیمین قانه گل گلدون من سیمین قانه تمام آهنگ طلاییشونه. بله، آبای تنهایی به الهه از ایشونه که ماندگار. و چطور شما با ایشون آشنا شدید؟ این آهنگ با شما درست کردن خیلی کارت والا من بزرگیه. آدم خیلی خوشتاله ایم کلا الان هم نیاد تا نیم ساعت قبل قرار نبود ما اینجا باشن. استخ بودم گفتم پاشیم بیاییم اومد کلا خوشتاله هم همینطوری پیشینا چیزا. آقای فیدون شهبازیان هم اون مال خوشتاله ایم هم خوش. من خوشتاله شما اینجا هستیم به من بخورین خوشتاله شما. و آلبومتون رو ضبط کنیم با اینجا پاریس ضبط کردیم. یه کاری کردم با یه آهنگساز جوانتری بعدش به نام ودا، آلبوم ودا که برای پنجمین سالگرد فوت فروغ فرخزاد در ماه مارس روز زن در اومد. بله، هشت یعنی اسفند ماه بودش. بله، به نام پیمان خازنی که خب یه نسل جوان و درخشان این دوره هستن. آهنگسازتون آهنگساز آلبوم که اشعار زنانه است و واقعا برای به مناسبت در آوردیم. یکی از کارهای همه آلبوم وداعشون هم میتونیم ببینیم که ویدیوش هم بیرون اومده. ویدیوش هست برای توی میتونیم نشون بدیم. بله. بعدش هم برنگرد دوباره به کافه خیام. هم نفس محرم آینه در آینه رو به روی گریه توی خنده توی هوا تو ای همه تو در توی دوا تو شور توی نغمه بی نوا تو به شک بی تو به شب رسیدم چون شدم ما بی تو به لب رسیدم چون شدم ما با تو به دل نشستم یک سره از پیر تو دل بفردم آینه تو نظر تو خانه توی راه توی سفر تو. ما استارت آلبوممون رو با آقای شهبازیان زدیم که از خوشتالیه من بعدش یه دفعه ایشون شدن رهبر ارکستر ملی ایران. یه ذره وقتشون کم شد. بله پشیمون که نشدن. نه پشیمون نیستن. فکر کنم دوست داشتن این صدای. حالا بالاخره یه ذره متفاوته. خیلی خوشحالم که ما تونستیم شما رو به واسطه علن عزیز مرسی از علن که این کافه رو اینجوری کار متفاوت جدیدی تو پاریس انجام داد. همه منتظرن که اشعارش ایشون شروع کنه و خیلی متشکرم از شما. قربان شما. مرسی از شما. قربان شما. مرسی. لب بر لب کوزه بردم از غایت آس تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و می گفت به راز می خود که بدین جهان نمی آیی باز. به کافه خیام خوش اومدید. حالا با دوست عزیزمون بردیا همه دنیا رو خبر کن بردار مرده هارم نقش قبر کن بگو عاشقت منم من تا چند آدم ها بدونن ما بذار تموم مردا توی حسرتت بمونن تا ابد بمون کنارم من خودم برات میمیرم من خودم قد یه دنیا تو رو تو بطل میگیرم La 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 la
هر تو آسمونم ساز آشنی با سر کن بانوی زیبای مشرق کل نفر تو هستم با تو من همیشه مستم با تو من نخورده هستم پایان برنامه موسیقی بی بی سی امروز بچه دارم عکس یادگاری هم میگرم اونجا درسته در کافه خیام بود و بسیار رو دیدیم و شنیدیم تا هفته بعد برنامه دارم موسیقی